بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اعضای محترم کابینه، سفرا و نمایندگان کشورهای دوست، به خصوص کشور دوست ما ایالات متحده آمریکا، مهمانان عزیز، استادان عالی قدر، دانشمندان گرانمایه، حضار محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار مسرت دارم که در دومین کنفرانس ملی انکشاف و مدیریت منابع آب افغانستان که به منظور کاهش فقر و افزایش رفاه عامه برگزار گردیده شرکت نموده و فرصت صحبت و گفتگو در مورد مدیریت و اشد نیازمندی های کشور به منابع آبی را با عنوان یکی از برنامه ها و اولویت های اساسی دولت در جهت رشد و توسعه پایدار به دست آوردن. اجازه دهید که از تلاش ها و زحمت های تمامی برگزار کنندگان این کنفرانس، به خصوص از وزارت انرژی و آب و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا به جهت تدویر این کنفرانس ملی قدردانی و سپاسگزاری نمایم. امیدوارم با توجه به اهمیت و نقش حیاتی آب برای افغانستان و بحث در رابطه با افغانستان دارم، در رابطه با حیاتی آب برای افغانستان، از جوانب مختلف دستاوردها و نتایج دومین کنفرانس ملی آب باعث شناخت و همچنین رفع هرچه بیشتر موانع انکشاف منابع آب شده و نقطه عطف در روند ایجاد زیربناها و تأسیسات آبی کشور گردد. حضار عزیز و مهمانان عالی قدر، افغانستان به عنوان یک کشور در حال رشد و توسعه نیاز مبرم به انرژی دارد. یکی از منابع نسبتاً ارزان تأمین انرژی استفاده از منابع آبی می باشد. خوشبختانه در این زمین افغانستان از توانمندی خوب برخوردار بوده و دارای منابع سرشار آبی است که در صورت استفاده بهینه می توان تغییرات اساسی را در تأمین انرژی مورد نیاز کشور به وجود آورد. از سوی دیگر، بحران زیست محیطی یکی از چالش های عمده فراروی کشور ماست. چند پیش دولت مجبور شد که به خاطر کاهش آلودگی هوا روز پنجشنبه هفته را در کابل تعطیل اعلام نماید. نیروگاه های آبی تولید برق به دلیل استفاده نمودن از انرژی آب از لحاظ زیست محیطی کم ضررتر بوده و لذا توسعه منابع آبی و استحصال انرژی از آن می تواند در کاهش آلاینده های محیطی نیز ممد واقع گردد. همچنین توسعه و کنترل منابع آبی می تواند نقش اساسی در رشد و شکوفایی بخش کشاورزی داشته باشد. اقتصاد افغانستان اساساً متکی به زراعت می باشد. بنا به گزارش ادارات مربوطه، از مجموع بیش از 7 میلیون هکتار زمین قابل زرع، تنها در حدود کمتر از 2 میلیون هکتار آن قابل استفاده بوده که یکی از چالش های عمده این صنعت کمبود منابع آبی می باشد.
در یک نگاه کلی می توان گفت که با توجه به اقلیم جغرافیایی و زراعتی بودن افغانستان از یک سو و از سوی دیگر خشکسالی، کمبود منابع انرژی، بحران محیط زیستی، نیاز به اشتغال، کمبود منابع طبیعی و شکوه‌های اجتماعی حاصله از آن، همه و همه نشان دهنده اهمیت دوچندان آب برای افغانستان می باشد. به عبارت روشن‌تر، آب یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار بوده و از نگاه‌های مختلف برای کشور افغانستان نقش کلیدی داشته و به عنوان یک قوه محرکه می تواند در رشد و شکوفایی زیربناهای اساسی افغانستان و نیز حل و رفع مشکلات در سایر عرصه‌ها عمل نماید. هزار گرامی، باید این نکته مهم را خدمت شما یادآور شوم که موضوع عدم مدیریت آب در افغانستان جدی بوده و تنها توانایی استفاده از 30% آب های جاری را داریم. اگر اقدامات و تدابیر لازم برای توسعه، مدیریت و حفظ منابع آبی در کشور صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور در عرصه های گوناگون با بحران عمیق‌تر اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهیم شد. با در نظر داشت اهمیت این موضوع، چند نکته را در ارتباط با چگونگی انکشاف و مدیریت منابع آب افغانستان برمی شماریم. یک، تمرکز بیشتری بر روی پروژه های چند منظوره زیربنایی و دارای اولویت که در کنفرانس متعدد بین المللی در مورد افغانستان و خصوص در کنفرانس کابل نیز پیشنهاد شده اند صورت گیرد. دو، بدون شک هر گونه توسعه پایدار در هر بخش من جمله در بخش آب بدون توسعه و ارتقاء ظرفیت های انسانی امکان پذیر نمی باشد. بنابراین باید بخش از برنامه دراز مدت در جهت تقویت و تربیت متخصصان و نیروهای مسلکی و اجرای پروژه های زیربنایی و مدیریت بهینه منابع آبی در کشور باشد. 3. خوشبختانه طرح‌ها و پروژه های وزارت انرژی و آب برای ساماندهی و انکشاف منابع آب آماده بوده، اما یکی از چالش های عمده بر سر راه تحقق این پروژه ها عدم وجود منابع مالی کافی می باشد. دولت افغانستان از یک سو با توجه به گستردگی پروژه های زیربنایی در بخش های گوناگون و از سوی دیگر کمبود منابع مالی قادر به تأمین هزینه مالی همه پروژه ها نبوده است. این جانب از همه کشورهای دوست و همکار و نیز همه نهادهای تمویل کننده می خواهم تا با توجه به نقش اساسی آب در حیات اقتصادی اجتماعی افغانستان هرچه بیشتر دولت افغانستان را در قسمت تمویل منابع مالی پروژه های زیربنایی